درود بر همراهان و یاران همیشگی کانال آوای ایران به این برنامه خوش آمدید. امشب با دو تحلیل بسیار مهم در ارتباط با آینده نظام ملاها در خدمت شما هستیم. پس تا انتها با ما همراه باشید. افشای برنامه سری ارتش اسرائیل در قبال مسئولان نظام. احتمال ترور سران نظام توسط موساد. دعوت میکنیم در ادامه ضمن لایک کردن این ویدیو بیننده مشروع این اخبار باشید. درود مردم شریف ایران نوید افتاریه. افشای برنامه سری ارتش اسرائیل در قبال مسئولان نظام احتمال ترور سران نظام توسط موساد در تحلیلی مهم و موشکافانه نسبت به تقابل بین اسرائیل و جمهوری اسلامی توجه به این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است که علت این رژیم ملایان اقدامات متقابل و تلافی جویانه علیه اسرائیل انجام نمی دهد ناتوانی نظامی رژیم نیست. از طرفی کشور اسرائیل در محاصره نیروهای نیابتی رژیم ملایان قرار دارد و ده ها هزار نیروی نظامی و شبه نظامی که می توانند وارد خاک اسرائیل شوند و کشور اسرائیل قدرت دفاعی در تمام جبهه ها را ندارد تنها چیزی که مانع شده که ملایان و سرداران دنیا پرست و عاشق قدرت و ثروت در مقابل حملات حکومت اسرائیل کوتاه بیایند و به تهدیدات توخالی بسنده کنند آن است که نفوزی ها و ماموران امنیتی اسرائیل در داخل خاک ایران به طور آشکار این پیام را به سران و حاکمان و سرداران دزد و جنایتکار حاکم بر کشور دادهاند از خامنه ای گرفته تا دیگر حاکمان حاکمیت در تیررس ماموران اسرائیل قرار دارند و رصد می شوند و اگر رژیم ملایان دست به ماجراجویی بزند که موجودیت مردم و کشور اسرائیل را با خطر جدی مواجه کند تمام افراد در حاکمیت را یک جا نابود خواهد کرد و از این جهت است که ملایان خارجی حکومت امثال حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان جرأت حمله به اسرائیل را به خود نمی دهند زیرا به درستی در. افتند که ماموران اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل از رگ گردن هم به آنها نزدیکتر است در جدیدترین گزارشی که روزنامه نیوزویک در ارتباط با آینده تقابل جمهوری اسلامی و اسرائیل منتشر کرده آمده رهبران نظامی در اسرائیل و فرماندهان بلند مرتبه ارتش به تازگی طرحی را با مضمون ترور رهبران ارشد نظام آیت الله ها در تهران در صورت شکست در پروژه های دیگر پیش میبرند به گفته منابع مطلع این طرح در صورت شکست پروژه های مهار برنامه هسته و موشکی جمهوری اسلامی کلید میخورد اما در تحلیلی مهم و قابل تعمل دیگر با عنوان با سوسول بازی نمیتوان جمهوری اسلامی را سرنگون کرد آمده؟ مردم ایران پیش از شورش سال 57 مانند مردمان بسیاری از کشورهای محترم دنیا زندگی عادی داشتند در آن روزگار در ایران کسی در زبالدانها دنبال تکه غذای دورانداخته شده برای شکم گرسنش نمی نمیگشت زن شوهردار برای تامین نیازهای خانواده و یا دختر دانشجو برای معاش و مخارج تحصیل خود به تنفروشی اقدام نمیکرد پدری با دستان توهی به خانه نمیرفت و شرمنده زن و بچهاش نمیشد نیازمند فروش اعضای بدن برای رفع گرفتاری و مشکلاتش نبود کودکان کار در هیچ شهری دیده نمیشدند بیمارستانها بیماری را به خاطر ناتوانی مالی جواب نمیکردند و یا بیمار بستری شده که از پرداخت هزینه سنگین درمان آجز شده را در کنار خیابان رها کردند تا بمیرد در رژیم گذشته مجرم محکوم به ادام را در خیابان یا میدانی با حضور مردم به دار نمیکشیدند و کشور از حیث تعداد اعدام مجرم در انتهای جدول در میان کشورهایی که مجازات اعدام را در قانون غذایی و کیفری خود داشتند قرار داشت در دوران زمامداری شاه فقید نیروی انتظامی دختری را به جرم بیهجابی بازداشت نمی کرد و مورد تجاوز قرار نمیداد و یا به قتل نمی رساند و یا در کوی و برزن مورد حتاکی و ضرب و جرح قرار نمیداد. دستگاه غذایی و امنیت کشور مخالف سیاسی حکومت را اگر به اقدامات خرابکارانه دست زده بود عادلانه محاکمه کرده و حق داشتن وکیل انتخابی را از او سلب نمی کرد و از طرفی به خانواده و نزدیکان و خویشاوندان متهم سیاسی کاری نداشتند و آنان را بازداشت و شکنجه و از کار و تحصیل محروم و یا اخراج و یا به اعترافات اجباری وادار نمی کردند. های مذهبی مانند بهاییان مورد آزار و ستم حکومت قرار نمی گرفتند. کارخانه داران و تجار و کسبه با همت و تلاش با سرمایه خودشان به ثروت و مکنت دست می و نه با راندکاری. دولت مردان و مدیران عالی رتبه کشور دارای مدارک عالی تحصیلی از دانشگاه معتبر داخلی و یا خارجی بودند و مانند وزرا و مدیران رژیم ملایان مدارک تحصیلی و پایان نامه های خود را از مدرک فروشان جلوی دانشگاه تهیه و خریداری نکرده بودند در دوران رژیم گذشته کارگران از حقوق و مزایا و بیمه برخوردار بودند اما اکثریت جامعه و مردم و شخص پادشاه و بسیاری از دولت مردان از نظر عقیدتی یک وچه مشترک داشتند که باعث شد خود و مملکت را به خاک سیاه بنشانند و آن احترام بیش از اندازه بود که برای خرافات مذهبی و دین فروشان شارلاتان قائل بودند. دشمنان خارجی پادشاه آمریکا و شرکای اروپایی و دشمنان داخلی چپ ها و تودهی ها و مارکسیست های اسلامی یا سازمان مجاهدین خلق و ملی مذهبی ها و الدنگ های جبهه ملی از همین نقطه مشترک و از کانال دین و خرافات مذهبی نهایت سوء استفاده را کردند و مهار مردم را برای ایجاد بلوا و آشوب در کشور علیه رژیم شاه به دست گرفتند و با علم کردن بی ترین موجود ایران به نام خمینی حکومت شاهنشاهی را به چالش کشیدند و سرنگون کردند که تیر خلاص را آمریکایی و فرماندهان مزدور و خیانتکار ارتش با اجبار کردن دیگر فرماندهان عالی رتبه برای اعلام بیطرفی ارتش به نظام پادشاهی شلیک کرده و این سناریوی شوم با فرار مرغ طوفان شاپور بختیار از کشور که ادعا می کرد سنگرش را ترک نخواهد کرد به نقطه پایان رسید و کشور به سادگی و دو دستی تحویل خمینی و وفادارانش داده شد که سییه روزی ملت و کشور را برای دهه ها زمانت کرد. آمریکا و اروپایی ها به خواست خود که حذف شاه از قدرت بود رسیدند اما به هدف اصلی که ادامه چپاول و قارت منابع انرژی کشور بود نرسیدند و رو دست بزرگی از شوروی که مرغ تخم طلا را از آنان رو بود خوردند و نتیجه این دسیسه و نامردی که آمریکا و متحدانش در حق مردم و متحد وفادار خود شاه ایران کردند وضعیت نکبت بار مردم و کشور ایران و اوضاع نابسامان منطقه است و پیدایش گروه های مسلح و شبه و تروریستی اسلامی که تحت حمایت مالی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی قرار دارند که تهدید بزرگی برای غربی ها و آمریکا و متحدان آنها و منافع آنان در منطقه خاور میانه و خلیج فارس و صلح جهانی به شمار می روند. حالا بسیاری از افراد و تشکلات سیاسی مخالف جمهوری اسلامی از شرایط سیاسی موجود و مطرح شدن و مورد استقبال قرار گرفتن سامانه پادشاهی مشروطه و شخص شاهزاده رضا پهلوی از سوی مردم و جوانان انقلابی داخل کشور نگران و خشمگینند. خاصه چپ ها و توده ها و مارکسیست های اسلامی که حال و هوای سال 57 پهلوی ستیزی در دل و ذهن آنان بیدار شده و نوک حمله خود را از رژیم ملایان برگرفته و به سمت سامانه پادشاهی و شاهزاده رضا پهلوی نشانه گرفتند. اپوزیسیون و تشکیلات سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در خارج کشور با نسخه هایی که برای مردم مبارز داخل کشور می پیشن. چند بگونه ای هم خودشان و هم مردم را سر کار گذاشتند یک چهره سیاسی و مدیر یک رسانه فارسی زبان در آمریکا در همکاری و لا زدن با اصلاح طلبان داخلی و صادراتی رژیم ملایان گوی سبقت را از رسانه های فارسی زبان دولتی در اروپا و آمریکا که تحت نفوذ اصلاح طلبان صادراتی قرار دارند رو بوده است مدیر این رسانه زمانی که اعتراضات مردم اوج میگیرد شروع به تشویش افکار مردم و مبارزان میکند و به شکلی برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و آخوندها لابیگری می کند. آن هم با این ترفند که همه اعضای سپاه پاسداران جنایتکار نیستند و فرزندان همین مردم و مملکتند و آخوندها هم جملگی بد نیستند و آخوندهای حکومتی هستند که به مردم ستم می کنند. این فرد اما پرانی را هم که گهگاهی توسط جوانان در گوشه و کنار مملکت صورت میگیرد کار درستی نمی داند. نسخه مبارزاتی این شخص برای مردم و مبارزان میهن و آزادی خواه داخل کشور این است که با رقص آواز و شعر خواندن با رژیم ملایان مبارزه کنید و به مزدوران آدمکش حکومت که در اعتراضات مقابل شما سفارایی می کنند گل هدیه کنید. اکثر افراد و تشکیلاتی که خود را اپوزیسیون با فعال سیاسی مخالف حکومت ملایان قلم داد می کنند و مبارزه مدنی و خشونت پرهیز و سسول بازی را برای غلبه بر حکومت وحشی اشغالگر روزخانها که از قارت و تجاوز و کشتن و آزار و اذیت مردم ایران لذت می برد تنها راهکار مفید و مؤثر می دانند آلزایمر تاریخی شده اند. رژیم ملایان حاکم بر ایران در طول تاریخ بعد از استیلای دین اسلام و تازیان بر کشور ایران تا به امروز از همه ای ایران ستیزان و اشغالگران خارجی جنایتکارتر بوده است حتی در اثار و قرون گذشته در هر برهی که سرداران ملی و میهن پرست ایران زمین علیه مزدوران خارجی و اشغالگر و یا حاکمان ستمگر به مبارزه برخواستند با شمشیر و کمان به مساف با آنها میرفتند و نه با رقص و آواز و شیرخانی و مبارزه مدنی دفاع از جان و مال و ناموس و میهن در مقابل جرسومه های مسلح و قداره بند نظام ملی. ملایان یک اصل مشروع و انسانی است و کسانی که این امر را خشونت می دانند، باید به عقل خود شک کنند برخی چهره های فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی جنگ مسلحانه با حکومت ملایان را یک ضرورت می دانند. اما منظور این مبارزان میهن دوست این نیست که مردم عادی و به جان آمده از ظلم و ستم حکومت اسلحه به دست بگیرند و در خیابان های شهرها سنگربندی کنند و جنگ داخلی به راه بیندازند چرا که چنین چیزی امکان نیست و این حکومت وحشی از بمباران و ویران کردن شهرها و قتل عام کردن مردم ایران ترسی ندارد اما ایده مبارزی مسلحانه در رابطه با شبکه هایی از مبارزین میهن دوست و آزادی خواه است که توانایی مبارزی مسلحانه یا پارتیزانی را از جهات گوناگون داراست و خونساسازی آمران و عاملان جنایات علیه مردم را که در هر پست و مقامی باشند عملیاتی می کنند. همراهان عزیز و گران به پایان این برنامه از آوای ایران رسیدیم فراموش نکنید با درمیان گذاشتن دیدگاهتون در ارتباط با این اخبار یاری رسان تیم خبری ما باشید پاینده ایران